گاهن خبرهای و یا عکسهای کاملا متفاوت از همدیگر و از یک پدیده یا موضوعی منتشر می شود. برخورد دریای شمال و بالتیک یکی از موضوعاتی است که عده‌ای با استناد به کتب دینی و پخش تصاویری که دو رنگ متفاوت از دو دریا را نشان می دهد مدعی برخورد دریای شمال و بالتیک با هم و قاطی نشدن آب این دو دریا با یکدیگر می شوند و عده‌ای کاملا آن را دروغ و جعلی می نامند. ما امروز به این منطقه سفر کردیم تا خودمان این رویداد را از نزدیک بررسی کنیم. سلام دوستان، داریم امروز میریم شمال دانمارک به جایی که دو دریای شمال و بالتیک به هم میرسن. پس با من باشید. شهر اسکین یه شهر بسیار زیبا در شمال دانمارک با جمعیت حدود 10,000 نفر است. در بالای این شهر ساحل زیبایی به نام گرنن وجود دارد که نقطه برخورد دریای شمال و بالتیک می باشد. در این ویدیو دریای شمال را مشاهده می کنید. همانطور که در این ویدیو تماشا می کنید آب از سمت چپ به سمت راست در حرکت است که این را از برخورد موج به ساحل می توان دید. و اما در این ویدیو شما دریای بالتیک را مشاهده می کنید. در این ویدیو به وضوح مشخص است که آب از سمت راست به سمت چپ در حرکت است که این را از برخورد موجها به ساحل می توان به راحتی فهمید. اما سمت حرکت آب این دو دریا را وقتی به وضوح می توان دید که به محل رسیدن آب این دو دریا به همدیگر نگاه کنید. همانطور که الان مشاهده می کنید از برخورد آب این دو دریا به همدیگر در وسط آب، یعنی جایی که هیچ گونه خشکی وجود ندارد، موج به وجود می آید. همانطور که به وضوح دیده می شود دریای شمال و دریای بالتیک در این نقطه به همدیگر میرسند. این پدیده یک دلیل علمی دارد. بیشترین دلیلی که باعث وجود چنین پدیده‌ای میشود غلظت شوری و شیرینی دریاهاست که باعث جلوگیری از ترکیب آنها میشود. در واقع یک نیروی فیزیکی به نام کشش سطحی موجب میشود که آبهای دو دریا با خصوصیات مختلف با هم مخلوط نشوند. کشش سطحی ایجاد شده توسط اختلاف چگالی آبهای آنها درست مانند یک دیوار نازک بین آنها عمل میکند و مانع اختلاط آب دریاها میشود. که موج‌های بزرگ و جریان‌های قوی در این دریاها وجود دارد، این دریاها مخلوط نمی‌شوند و مرز حائل میان آنها از بین نمی‌رود. آنچه که ما به وضوح دیدیم برخورد این دو دریا به همدیگر است، اما تفاوت خاصی در رنگ این دو دریاها مشاهده نمی‌شود. در صورتی که در برخی عکس‌های منتشر شده که از فاصله کاملاً نزدیک گرفته شده است، به وضوح تفاوت رنگ این دریاها دیده می‌شود. اما جریان رنگ‌های متفاوت دریاها در این تصویر چیست؟ رودخانه بزرگ کوپر که بیش از 450 کیلومتر رازا دارد همواره با رودخانه های دیگر جریان های آب شیرین حاصل از یخچالهای ذوب شده را به خلیج منتقل می کنند. این آب هرچند شور نیست، اما مواد معدنی فراوان و آبراهای زیادی را با خود حمل می کند که آهن بخش مهمی از آن را تشکیل می دهد. همین ترکیبات معدنی محلول است که رنگ آب را تغییر داده است. در این تصویر هم جریان آب شیرین و پر از املاح معدنی به آب های آزاد رسیده است و به خاطر تفاوت شدید ترکیب محلول ها با مرز مشخصی دیده می شوند. اما این مرز دائمی و بدون تغییر نیست. به تدریج آب آنها با هم در میآمیزند و املاح در اقیانوس پخش می شوند. تصاویری که در آن نشان داده شده است که رنگ دو دریا با همدیگر تفاوت دارند، دریای بالتیک و دریای شمال نیستند. این رویداد در بسیاری از نقاط از جمله رودخانه‌های بزرگ نیز روی می دهند. طبق یافته‌ها بیشتر این تصاویر از آلاسکا است. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، سالانه بیشتر از هزاران نفر برای دیدن این رویداد از سراسر دنیا به این منطقه سفر می‌کنند. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بفشارید.